با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو قصد داریم به زندگی فوق لاکچری شاخهای اینستاگرامی پویان مختاری و میلاد حاتمی در روزهای عاشورایی و همچنین محرم امسال بپردازیم. اگر علاقمند به دیدن این ویدیو هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. میلاد حاتمی در دهه 60 در تهران متولد شد. دانشجوی انصرافیه. این چهره مانند شاخهای اینستاگرامی بعد از مهاجرت به ترکیه شناخته شد و با ساخت ویدیوهای جنجالی کم کم معروف شد. میلاد حاتمی تک فرزنده و پدر و مادرش ساکن تهران بودند. اما به گفته برخی رسانه‌های داخلی بعد از موفقیت‌های خودش در ترکیه، خانواده‌اش رو نیز به ترکیه برد. اما خودش هیچ وقت تا حالا صحبتی در مورد خانواده‌اش نکرده. میلاد حاتمی بعد از مهاجرت به ترکیه در طول روز ویدیوهای زیادی از خودش به اشتراک می‌ذاشت که در هر کدام با دختران زیادی در حال خوشگذرانی و تفریح بود تا اینکه با خانم سحر آشنا شد. میلاد حاتمی با سحر چند سالیه که با هم زندگی می‌کردند و نامزد کردند. حاصل این زندگی مشترک قبل از ازدواجشون یک دختر بود. با اینکه اونها صاحب فرزند شده بودند اما هنوز به طور رسمی با هم ازدواج نکرده بودند. میلاد حاتمی با سحر حاتمی در 18 اردیبهشت 1399 در ترکیه رسماً با هم عقد کردند. میلاد حاتمی زمانی که ایران بود ابتدا کارش رو در اینستاگرام شروع کرد و با آوردن خانم‌ها در ویدیوهاش ادعا می‌کرد که من هیکل اونها رو به این شکل درآوردم و بهترین مربی ایران هستم. از این رو به خودش لقب آقای مربی داد. با توجه به کلیپ‌های جنجالی از دختران لخت در اینستاگرام، به علت محدودیت‌هایی از ایران به ترکیه نقل مکان کرد و اونجا هر جوری که دوست داشت در اینستاگرام ویدیوهای عجیب و غریب به اشتراک می‌ذاشت که همه این کلیپ‌ها باعث معروفیت اولیه او شد. میلاد حاتمی از ابتدا زندگی نچندان لاکچری نداشت، اما با توجه به اینکه در حال حاضر تمامی شاخه‌های اینستاگرامی که ساکن ترکیه هستند شروع به ساخت سایت شرط‌بندی کردند، او تصمیم به ساخت یک سایت شرط‌بندی کرد و کم کم شروع به تبلیغات دروغین کرد. این شاخه اینستاگرامی در حال حاضر 2 سایت شرط‌بندی داره و با تبلیغات هر دو سایت در حال کسب درآمد هستش. جالبه بدونید که تمامی این ماشین‌های خارجی و ساعت‌های لوکس و زندگی لاکچری میلاد حاتمی درآمدش حاصلش فقط از سایت‌های شرط‌بندیش هستش. میلاد حاتمی ادعا می‌کنه که ماهانه با بازی کردن در سایتش حدود 300 میلیون تومان درآمد داره. ولی خب طبق ادعایی که ایشون کرده قطعاً این رقم بالاتر از این حرف است. اما این حرف صحت نداره. این مبلغ درآمد داره، اما نه با بازی کردن، بلکه با باخت دوستانی که در اونجا بازی کردن و متاسفانه پولای خودشون رو از دست دادن. جالبه بدونید که میلاد حاتمی با وجود بریدن گوش مردم از طریق سایت شرط بندیش در منزل در این روز و شبهای محرم همراه با همسرش و فرزندش در منزلش به طور خصوصی شام غریبان رو بپا کرد و لبیک یا حسین گفت و برای مخاطبانش این چنین نوشت: ما رو تو این شبای عزیز فراموش نکنید، التماس دعا. اما عزاداری محرمی میلاد حاتمی به همینجا ختم نمیشه و میلاد حاتمی با انتشار یک ویدیو از خیرات خودش در استانبول در روزهای محرمی با انتشار یک پست این چنین مینویسه: لبیک یا حسین، شب سوم عزای حسینی رو به همه شیعیان تسلیت عرض میکنم. من از بچگی حسینی بودم، هر جای دنیا باشم نوکر حسینم، ایشالله خدا قبول کنه. میتونید اسمش رو هم ریا بذارید، ولی هیچ ایرانی خارج از خاک این کار رو نکرده. خواستم پرچمم اول پیش خدا، دوم پیش آقام حسین و سوم و همه شیعیان جهان به خصوص هموطنای عزیزم بالا باشه. هشتگ محرم، هشتگ استانبول. خب ظاهرن میلاد خان حاتمی در جریان نبودن که آقای توهی زمانی که در انگلیس در شهر لندن بودند، همیشه در ماه محرم در روزهای تاسوعا و عاشورا عزاداری می‌کردند و خیرات حسینی را برپا می‌کردند.
بنابراین بهتر میلاد حاتمی بدونه که اولین کسی نبوده که مراسم حسینی رو در خارج از کشور بپا کرده و قبل از ایشون و همچنین قبل از آقای توهی افرادی بودن که مراسم عزاداری حسینی رو در قلب اروپا در واقع برپا کردند. و اما شما مخاطبان در جریان باشید که ما میلاد حاتمی رو در واقع قضاوت نکردیم، فقط یادآوری کارهاش رو کردیم. و اما از هر چه بگذریم، سخن پویان مختاری جان نمونه. آقای پویان مختاری هم از زندگی فوق لاکچریش با اعلام یا حسین در واقع پرده برداشت. یکی از کسانی که تونست با استفاده از اینستاگرام به شهرت و درآمد بالا برسه کسی نیست جز پویان مختاری. پویان مختاری با استفاده از تبلیغات و ایجاد پیج شخصی در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در اینستاگرام موفق شد بسیار معروف بشه. پویان مختاری متولد 8 مهر 1369 در شهرستان ایزه و خواننده ایرانی بود. او فارغ التحصیل فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی از دانشگاه اهواز بود. موسیقی رو از یک بیت 40 ثانیه‌ای شروع کرد. پویان مختاری تا کنون هیچ گونه اطلاعاتی از پدرش در شبکه‌های اجتماعی یا از زبان خودش منتشر نکرده، ولی به گفته خودش مادرش در ترکیه زندگی می‌کند. فرزند اول خانواده است و یک برادر کوچکتر به اسم پدرام و یک خواهر کوچکتر از خودش به اسم نیکیتا داره. خواهر و برادرش ایران را ترک کردند و در حال حاضر در ترکیه زندگی می‌کنند. پویان مختاری در حالی که در ایران و به خصوص بین بختیاری ها به شهرت زیادی دست پیدا کرده بود، بعد از مهاجرت به ترکیه به مانند چهره های نچندان محبوب و به اصطلاح شاخ های اینستاگرام شروع به راه اندازی سایت های شرط بندی ورزشی کرد. او در حال حاضر از موسیقی فاصله گرفته و تبلیغ سایت های غیرقانونی خودش را در حوزه شرط بندی می کنه و از همین راه تونسته به ثروت و شهرت زیادی برسه. پویان مختاری در حال حاضر در پیج اینستاگرامش بیش از 2 میلیون فالوور داره. اما پویان مختاری در این روز و شبهای محرمی از آهنگ جدیدش به نام سالار تویی ویژه ماه محرم رونمایی کرد. پویان مختاری با انتشار یک ویدیو از حال و هوای محرمیش در این روزها با چسبوندن برچسب یا حسین به ماشین‌های فوق لاکچریش که شامل رولز رویس، لامبورگینی و رنج روور هستش در واقع این ویدیو رو منتشر کرد. و پویان مختاری در این مورد این چنین نوشت: امام حسین علیه السلام فرمود هر کس حق معبودیت خدا را به جا آورد، خداوند بیش از حد انتظار و کفایتش به او عطا می کند. دوستان عزیز، این بود عزاداری فوق لاکچری شاخهای اینستاگرامی که به نوعی با وجود سایت های شرط بندیشون دم از رحم و مروت می زنن، ولی پشت صحنه کارهای فیشینگ و اینطور چیزا هستش. مراقب حساب‌های بانکیتون باشین و دنبال این سایت‌های شرط‌بندی لطفاً نرید. دوستان عزیز، ما این افراد رو قضاوت نمی‌کنیم و صرفاً این ویدیو رو بر اساس ویدیوهایی که خود این افراد در پیج شخصیشون منتشر می‌کنند برای شما عزیزان تهیه می‌کنیم تا شما عزیزان خودتون بتونید قضاوت بکنید و تصمیم درستی رو بگیرید تا در دام و تله این گونه افراد قرار نگیرید. کامنت های زیادی رو از طرف شما عزیزان داشتیم که متاسفانه در دام این سایت های شرط بندی قرار گرفته بودن و پول های هنگفتی رو از دست داده بودن. لطفا مراقب خودتون و حساب های بانکیتون باشید و دقت نظر رو در این مورد داشته باشید. دوستان عزیز، لطفا این ویدیو رو در فیسبوک، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا و کشورهای اروپایی مانند آلمان و اسپانیا و ایتالیا و هلند لطفاً شیر کنید و لطفاً برامون کامنت بذارید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. اگر دسترسی به سایت‌های مختلف و یا همچنین کانال‌های تلگرامی برای شیر لینک این ویدیو رو دارید، لطفاً کوتاهی نکنید تا دوستان دیگری هم در جریان این گونه ماجراها باشند.
ممنون از همراهی همیشگیتون و امیدوارم روز و شب خوب و خوشی رو در کنار خانواده‌های عزیزتون داشته باشید.